حالا انتخابات سال 88 به تاریخ پیوسته. از وقتی که سبزها در خیابان بودند و میرحسین بیانیه میداد و تسلیم صحنه آرایی خطرناک نمیشد، 12 سال گذشته است. زمان مثل فیلمی با دور تند گذشت. احمدی نژاد و روحانی آمدند و رفتند و حصر موسوی و رهنورد و کروبی تمام نشد و ماند. محاکمه نشدند اما خانه هاشان زندان شد. 13 میلیون آدم آقای موسوی رای داده بودند. هرچند به نظر رائفی پور تئوریسین جمهوری اسلامی حقشان اعدام بود اما امکانش نبود. یک حصر بی انتها همان چیزی است که جایگزین اعدامی فوری شد. با این حال زندگی در چهار دیواری که اختیاری نبود ادامه داشت. آنها برگشتند به دوره دانشجویی و دانشگاه هنر و نقاشی و طرح و یک کتاب، نقاشان کوچه اختر. کتاب نقاشان کوچه اختر کتاب منحصر به فردیه، به این لحاظ که دو نفری که اون رو پدید آوردن، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، هر دو در حصر بودن و در همون روزگار و همون 4000 روزی که در حصر سپری می‌کردن سعی کردن یک اثر هنری خلق بکنن. در اول کتاب هم توضیح دادن که چقدر سخت بوده در اون روزگاری که اول به حصر رفتند بدون اینکه چیزی داشته باشن، بدون اینکه گواش داشته باشن، بومی داشته باشن و مداد و جوهری داشته باشن بتونن همچین کار رو انجام بدن. بعدها به دستشون رسیده و سعی کردن که روزگار حصر رو به نوعی روایت بکنن با این عنوان که ما میخواییم یک روزنامه در بیاریم، روزنامه وقایع اتفاقیه. این اسم رو انتخاب کردن چون این جزو روزنامه های اولیه‌ای بود که در ایران منتشر میشد در دوره ناصری و نمایی از تجدد و نوری از آزادی بود. اینها هم همون کار را انجام دادند و میتوان بعدها این نقاشی ها رو گره‌گشایی کرد و رمزگشایی کرد و دانست که بر سر دو نفر در یک روزگار طولانی زندان به نوعی انفرادی چه می آید. در آخر کتاب و پشت جلد هم شعری از میرحسین موسوی اومده که نشون میده که میرحسین به نوعی زده شده از این کسانی که فکر میکردن میتوانن حصر رو بشکنن، حتی از هوادارانش، از احزابی که او رو آورده بودن به میدان و حالا دیگه تنها و تنها دل به خداوند بسته. این شعر رو هم میخونم براتون. تو آنقدر بزرگی که خشخش این برگ خشک را نیز در جنگل جهان میشنوی، مرا با خود ببر، جز تو کسی نیست.